جایزه بین المللی نجات دشت پاسارگاد که برای حفظ میراث تاریخی و فرهنگی ایران تلاش میکنه، سال پیشروی شمسی رو سال اصفهان نامیده. امروز به همراه همکار عزیزم کوروش صحتی به بررسی این موضوع و چند موضوع دیگه مرتبط با ایران میپردازیم. کوروش علی، خوش آمدی به برنامه خودت. شباهنگ در چهارشنبه دیگر، سال پیشرو سال اصفهان است. من فکر نمی‌کنم کسی مخالفت داشته باشه با اینکه یک سال رو به اسم این شهر زیبای ایران بنامیم. خب سلام. خب شاید یه سری موافق این نام نباشن، چون الان بحثی هست در مورد حفظ میراث تاریخی و فرهنگی ایران و خب کمیته‌های فعال هستن در این زمینه، حتی کمیته‌های بین‌المللی هستن، کمیته بین‌المللی حفظ میراث پاسارگاد که البته جدا از اسمش بخوایم به این گروه نگاه بکنیم، در مورد تمامی مواردی که آثار باستانی یا میراث فرهنگی ایران در واقع تخریب میشه و مورد هجمه قرار میگیره، اینها وارد عمل میشن. خب تعدادی از اعضای شناخته شده شون در ایران هستن، مثل دکتر دادخوا، آقای کوروش زعیم و خانم میرزادگی و بقیه در این ور مرزها، و اینها سال آینده رو سال اصفهان نامیدن به خاطر اینکه در واقع مترو داره از چهارباغ میگذره، از این میدان بزرگ تاریخی که بعد از میدان تیانانمن پکن در واقع شاید بزرگترین میدان جهان باشه، و خب احتمال تخریب 33 پل و آثار باستانی اونجا وجود داره، و خب ائتلاف ملی حامیان میراث اصفهان از جوانان اصفهانی و تعدادی از فعالان دیگه تشکیل شده، و اینها اعلام کردن که ما سال آینده دست به اعتراض خواهیم زد و در سال اصفهان و نخواهیم گذاشت که این در واقع روند ادامه پیدا بکنه. البته گفته میشه که شورای شهر اصفهان و شرکت مترو اصفهان از این مسائل سودجویی‌های مالی داشتن، در برخی از سایت‌ها اینجوری عنوان شده بوده، و به خاطر این هست که به مسئله حفظ در واقع آثار فرهنگی اصفهان بی توجه بودن به خاطر منافع مالیشون. البته خب این گروه هایی که من عنوان کردم نامنگاری هایی هم کردن، همایش هایی برگزار کردن، امروز همایش در تهران برگزار شده و بالاخره فعالیت هاشون همچنان ادامه داره تا ببینیم سرنوشت این 33 پل و میدان نقش جهان چه خواهد شد.